سلام بچه ها، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز هم دوباره میخوام براتون یکی دیگه از قصه های قشنگ کتاب قصه امام حسن شادو بخونم. اما قبلش لطفاً حتماً کانال من رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگ رو بزنید تا از قصه های جدیدی که من براتون توی میذارم جا نمونید. بریم سراغ قصه. شب عروسی. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی و روزگاری مردی زندگی میکرد که گوز پشت بود. برای همین همیشه خمیده و نفس زنان راه میرفت. گوز پشت یعنی گوش پشت. آدم هایی که خمیدند و پشت آنها برآمدگی بزرگ دارند. شبی ناخواسته به خیال این که صبح زود شده به حمام رفت. لباس استن بیرون کرد و لنگی بست و پا در صحن حمام گذاشت. لنگ یعنی پارچه بزرگی که در حمام وقت شستشو می‌بندند. یک دفعه از آن شکل دید غرق شگفتی شد. پریان و از ما بهتران در حال شادی و پایکوبی بودند. مرد از این شادی خوشحال شد. این بود که او هم مثل پریان به شادی و پایکوبی مشغول شد. وقتی سر و صداها خاموش شد، یکی جلو آمد و خنده کنان گفت: تو با این پایکوبی شادی امشب ما را زیاد کردی. حالا از ما چیزی بخواه. مرد گوز خود را نشان داد و گفت: می توانید این گوز من را بردارید؟ چرا نمی توانیم؟ بعد گوز مرد را از پشت او برداشتند و او خود را در حمام شست و سبک بال و سبک بار به خانه برگشت. صبح فردا خبر همه جا پیچید که یک مرد گوزی دیگر گوز ندارد. خبر به گوش مرد قوزی دیگری هم رسید. قوزی دوم پیش قوزی اول آمد و گفت: راستش را بگو، چطور شد که از بلای قوز راحت شدی؟ کار سختی نبود. در عروسی از ما بهتران پایکوبی کردم و آنها قوز من را برداشتند. قوزی دوم خوشحال شد و گفت و رفت. اون نیمه های شب همان وقت و ساعتی که قوزی اول به حمام رفته بود به حمام رفت و پریان و از ما بهتران را دید. آنها گوشه نشسته بودند و بر سر و روی می زدند و زاری می کردند. قوزی دوم بی آنکه فکر کند آنجا چه خبر است و چه کاری که درست است انجام بدهد شروع کرد به آواز خواندن و شادی کردن. ناگهان صدای گریه ها خاموش شد و همه با ناراحتی به او خیره شدند. یکی جلو آمد و پرسید: مگر عقل از سر تو پریده آدمی زاد؟ یعنی پسر آدم. این کارها را برای چه می کنی؟ قوزی دوم گردن کج کرد و گفت: گفتم شاید خوشحال شوید و کاری برای من بکنید. برای چی باید خوشحال باشیم؟ برای عروسی دیگر، مگر عروسی ندارید؟ نادان در کدام عروسی برسر می زنند و گریه می کنند؟ حالا کاری می کنم که بدانی عروسی و عزا چه فرقی با هم دارند. قوزی دوم فهمید که چه خبر است، ولی دیگر دید شده بود. او راهش را گرفت برگردد که صدایی را شنید. صبر کن، با تو کاری داریم. مرد ایستاد و نگاه کرد و چیزی دست از ما بهتران دید. یک قوز بود. تا آمد کاری بکند احساس کرد که پشتش سنگین شده. او با همین حال از حمام به خانه برگشت. همه از دیدن حال و روز او تعجب کردند. بعضی ها هم شنیدند که زیر لب با خودش می خواند: قوزی بالای قوزم آمد، چه بلایی به روزم آمد.
اگر کسی کاری را نابجا انجام دهد و حرفی را در جای خود نگوید که وضع و حال او از بد بدتر شود، این ضرب المثل کایات حال او می شود. خب بچه ها، امیدوارم که از قصه خوشتون اومده باشه. حتما ویدیوی منو لایک کنید واسه اینکه به کسای دیگه هم پیشنهاد بشه. جمله تاکیدی امروزمون این هست که شما بگید من توانا هستم.